is Comrade Amir Payam from International Alliance in Support of Workers in Iran, Canada branch. سخنران اولمون رفیق امیر پیام هستن از طرف اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران ایران واحد کانادا. بفرمایید. My shortest speech, unfortunately, is in Persian. I'm sorry for non-speaking Persian guest, but you are very welcome and happy May Day to all. Wa salam khidmat shoma va ba tashakkur az bargozar konandegan in barname ke in vaqt dar ikhtiyar man gozashtan va ba yad rufaqay aziz o gerami misl Shahrukh Zamani va Kurush Bakhshande va hame kariyaran zindani ke alan tu siyasharay jomhuri islami hastan و اینکه امیدواریم هر چه زودتر اونها آزاد شن، در این زندان ها باز بشه و اونها هم در کنار ما باشن. حتما تو جریان اخبار هستیم. جمهوری اسلامی هم مثل سالهای قبل امسال موفق شده با زور سرکوب و فشار سیاسی و زندانی کردن مانع برگزاری تظاهرات های بزرگ و اعتراضات بزرگ کارگری در اول ماه مه ایران بشه. اما همونطور که سنت قدرتمند جنبش کارگری ایرانه، این برنامه‌ها در جمع‌های کوچکتر ولی به تعداد زیاد تو اقصی نقاط ایران در حال برگزار میشه و تو اماکن کارگری گزارشش هم به ترتیب میاد. من به این قسمت نمی‌پردازم. از این فرصت می‌خوام استفاده کنم چند تا نکته عمومی رو که هممون باهاش آشنا هستیم رو طرح بکنم. اول ماه مه به عنوان روز جهانی همبستگی و اتحاد طبقاتی کارگران بیانگر یه سنت عمیقه، سنتی که تقریبا الان از که 200 از روزی که این روز انتخاب شده تو الان جریانش. اون سنت چیه؟ اینه که توی همچین روزی کارگرها مطالبات و خواسته های روزمره و فوریشون مثل افزایش دستمزد، مثل کاهش ساعت کار، مثل برخوردی از مزایای بهتر، از محیط کار امن‌تر، از اشتغال، مزایای فوری روزمرهشون رو اعلام میکنن، بیان میکنن. و همین که خواسته ها و مطالبات بلند مدتشون رو، آرمان رهایی از نظام سرمایه‌داری، برچیدن نظام سرمایه‌داری، تاکید بر اینکه انقلاب کارگری این دنیا لازم داره، اینکه باید سوسیالیسم برقرار بشه، اینکه کار مزدی باید لغو بشه، اینکه مالکیت سرمایه‌داران بر ابزار و وسایل تولید بشریت باید ملغا اعلام بشه، اینا رو اعلام بکنن و عهد بکنن که تو این دو عرصه میخوان مبارزه بکنن. این دو عرصه مبارزه طبقاتی کارگران، یعنی مبارزه جاری برای بهبود وضعیت زندگیشون همین امروز و مبارزهشون برای رهایی از این نظام و برای برقراری سوسیالیسم، دو عرصه به هم تنیده و با هم هستن. هیچگاه اینا از هم نمیتونه جدا بشن. جدا شدن هر کدوم از اینا و نفی اون یکی دیگه یا تضعیف اون یکی دیگه به سمت تضعیف کل این مبارزه طبقاتی تموم میشه و ما رو به جایی نمیبره. درنچه امروز همون روزی از شما میخوایم دو عرصه رو اعلام بکنیم، این دو عرصه رو ازش حمایت بکنیم، دفاع بکنیم، روش یه تاکیدات کوتاهی رو داشته باشیم. تا اونجا که به مبارزات جاری طبقه کارگر ایران برمیگرده، حق مطلب رو تشکلات کارگری داخل زدن با چندین قطعنامه که تو الان دادن، این مطالبات رو به دقت گفتن، توضیحاتش رو دادن و بیانیه هایی که صادر کردن، به خصوص بیانیه جعفر عظیم‌زاده اسماعیل عبدی از داخل زندان‌های جمهوری اسلامی، به نظر من صدای رسای طبقه کارگر و صدای مستقل طبقه کارگر ایران هست. این مجموعه از قطعنامه ها و بیانیه ها در مقابل کل طبقه سرمایه‌دار ایران، کل ارتجاع حاکمش، کل جمهوری اسلامی با همه جناهاش اینا هستن. این طرح شده و منم به سهم خودم و اتحاد ملی از این مجموعه قاطعانه دفاع میکنه و ما پرچم این توی نرسه اون پرچم ما هم هستش که داره بیان میکنه میره جلو. اما با عرصه سوسیالیسم، عرصه مبارزه سیاسی کلان طبقه کارگر، تا اونجایی که تو ایران اجازه میدن همین تشکلات اونا رو هم بهش پرداختن و کمابیش اون هم طرح شده، ولی حالا اینجایی که ما دستمون بازتر تو خارج از کشور میتونیم به اینا بپردیم، باید بپردازیم. امروز جهان بشریت بیش از هر موقع نیازمند سوسیالیسم اصیل کارل مارکسی، لنینی و انگلسیه. سوسیالیسم طبقه کارگر به معنای لغو کار مزدی، به معنای الغای مالکیت سرمایه‌داران و ابزار وسایل تولید، به معنای حکومت کارگری برای رهایی جهان و بشریت و جهان امروزه. این نه فقط یه شعار، یه بلند پروازی،
که جای خودش هم بد نیست، بلکه به معنی یک ضرورت قاطع. ما اگر به رویدادها و اخبارهای ساده همین 7-8 سال اخیر توجه بکنیم، نگاه بکنیم، از بحران اقتصادی جهان 2008 که تو بحران مسکن آمریکا شروع شد تا امروز، جهان سرمایه‌داری همینجور در این بحران تعمیق پیدا کرده، همینجور عمقش بیشتر شده، از این نتونسته بیاد بیرون. این رو توی یونان نشون دادن، توی پرتغال نشون دادن، توی ایرلند نشون دادن، توی کشورهای مختلف. هیچ نشانه از تخفیف، حتی به معنای سرمایه‌دارانش تخفیف این بحران وجود نداره. و اون وقت در کنار اون ما شاهد قطبندی‌های بزرگ در سطح جهان هستیم. جنگ بحران اوکراین رو دیدیم، بحران خاورمیانه رو داریم می‌بینیم، قطبندی‌های بزرگتر چین، هند، روسیه، اینا رو داریم می‌بینیم که این داره به سمت جنگ‌های عظیم‌تری حتی داره خودش رو به صورت نگران کننده می‌بره جلو. همه اینا نشون میده که طبقه کارگر باید به میدون بیاد، طبقه کارگر باید بیاد و باید همچین سوسیالیسم رو در مقابل این دنیا قرار بده. معمولا گفته میشه که سرمایه‌داری دینامیسم خودشو داره که میتونه از این بحران‌هاش در بیاد، تو الان هم نشون داده که از این بحران‌ها در اومده. این درسته به نظر من، ولی فقط تا اونجایی درسته که اینو بدونیم سرمایه‌داری با تخریب هر چه بیشتر، با تولید هر چه بیشتر، تخریب هر چه بیشتر محیط زیست، تخریب زندگی بشریت و به فلاکت رسوندن وضع طبقه کارگر و توسعه دادن عظیم محرومیت و بدبختی تو سطح جهان میتونه بده راه خودش ادامه بده. به قول روزا لوکسمبورگ این همون تبهشیه که در مقابلش قرار داره. اگر راه حلی هم داره سرمایه‌داری میتونه خودش نجات بده، این تبهشه که ما این تبهش برای بشریت خوب نیست و ما باید بتونیم با هر توانی که داریم به سمت سوسیالیسم بریم، به سمت طرح این آلترناتیو بریم و اون وقت توی ایران تحت جمهوری اسلامی که یک حاکمیت استبدادی خونبار سرمایه‌داری ایران هست و با توجه به بحرانی که تو منطقه هست داره نشون داده میشه، این آلترناتیو بسیار ضروری تره و بسیار عاجل تره. امیدواریم که بتونیم به سهم خودمون تو خارج از کشور امکاناتی که داریم مبارزه طبقه کارگر ایران تو این دو عرصه، هم برای تقویت مبارزات جاریش برای افزایش دستمزدش برای بهبود شرایط کارش، هم به سمت تقویتش برای پیشروی به سمت نام آلترناتیو بزرگ خودش به جامعه ایران و منطقه خاورمیانه و جهان باشه. خیلی ممنون هستم، وقتتون رو از این بیشتر نمیگیرم. متشکرم. امیدوارم شاد باشید.